هگز یه بازی دو نفره است که روی یک شبکه 6 ضلعی در اندازه‌های مختلف انجام میشه. اما به صورت سنتی شکل این صفحه یک متوازی الاضلاع 11 در 11 از 6 ضلعی هاست. سال نو رو به همگیتون تبریک میگم. من سبام و اینجا قراره در مورد قوانین این بازی، ترفندهای برنده شدن در این بازی و اینکه چه چیزی این بازی رو انقدر خاص میکنه که بازی مورد علاقه بعضی از بزرگترین ریاضیدانا بوده حرف بزنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. خب اول یه توضیح کلی در مورد این بازی میدم. دو سمت صفحه این بازی متعلق به یه بازیکن با مهره‌های قرمز و دو سمت دیگرش متعلق به بازیکن با مهره‌های آبیه. بازیکن‌ها به نوبت مهره‌هاشون رو روی 6 ضلعی‌های خالی قرار میدن و اولین نفری که بتونه دو سمت مقابل خودش رو با یک مسیر پیوسته به هم وصل کنه برنده میشه. الان که تو دوران تعطیلات عید نوروز هستیم، فرصت خوبیه این بازی رو با دوستاتون انجام بدید. و اگر دسترسی به این بازی ندارین و میخواییم به صورت غیر آنلاین انجامش بدین، یه لینک برای نسخه چاپی صفحه این بازی داخل توضیحات ویدیو قرار دادم. این بازی اولین بار در سال 1942 توسط یک ریاضیدان دانمارکی به اسم پیت هاین ابداع شد و در سال 1947 جان نش ریاضیدان به طور مستقل اونو بازسازی کرد. جان نش همون ریاضیدانیه که فیلم معروف A Beautiful Mind رو ازش ساختن. منم یه ویدیو در مورد این ریاضیدان دارم که اگر دوست داشتین حتما ببینید. اگر ویدیو جان نش رو دیده باشید، میدونید که یکی از علایقش این بود که در محوطه دانشگاهی که درس میخوند، یعنی دانشگاه پرینستون، هگز بازی میکرد. به همین خاطرم دانشجوهای این دانشگاه اسم این بازی رو گذاشته بودن بازی جان. حالا قبل از اینکه به این بپردازیم که چرا این بازی برای جان نش انقدر جالب بود، بذارید از قوانین اولیه این بازی بهتون بگم. هگز یه بازی استراتژیک دو نفر است. هدف این بازی اینه که دو سمت مقابل صفحه با مهره‌های همرنگ به هم وصل بشن. بازیکن‌ها یکی در میون تو نوبتشون مهره‌ها رو توی خونه‌های خالی قرار میدن و همیشه بازیکن قرمز که شروع کننده بازیه. بعد از قرار دادن مهره‌ها، مهره‌ها به هیچ عنوان نباید جابجا یا حذف بشن. هدف هر بازیکن رسیدن و ساختن یک مسیر پیوسته از مهره‌های همرنگش از یکی از اضلاع خودش به ضلع دیگرشه. مثلا بازیکن قرمز دو ضلع قرمز رو باید به هم برسونه. هر بازیکنی که زودتر بتونه این مسیر رو بسازه برنده میشه. لازم نیست که این مسیر مستقیم باشه، فقط پیوستگیشه که مهمه. یکی از قوانین مهم این بازی اسمش قانون تعویضه. این قانون برای جلوگیری از برتری بازیکن اولی که بازی رو شروع میکنه، یعنی بازیکن قرمز به وجود اومده. این قانون اینطوریه که بعد از حرکت اول توسط بازیکن قرمز، بازیکن آبی دو تا راه برای ادامه بازی داره. یا به طور عادی بازی کنه و مهرش رو توی یکی از خونه های خالی بذاره، یا اینکه حرکت حریفش رو بدزده، یعنی مهرش رو جای مهره حریف بذاره. اینطوری انگار نقشاشون عوض شده و بازیکن اول باید نوبت بعدی رو بازی کنه. ولی این قانون فقط در حرکت دوم امکان پذیره. حالا من اینجا چند تا تکنیک اولیه میگم که احتمال بردتون رو بیشتر میکنه. اولیش اینه که مهره هاتون رو در جاهای پراکنده نذارین. سعی کنین نزدیک هم باشن. دوم این که زنجیره های قوی ایجاد کنید. یه راه معروفش برای اینکه زنجیره ها قوی بشن اینه که از تکنیک پول استفاده کنید. این تکنیک اینطوریه که اگر دوتا مهرتون رو به این صورت بذارید، همیشه یه راه امن برای اتصالشون دارین، حتی اگر حریف یک از فضاهای خالی رو اشغال کنه. سومیش اینه که حرکت‌های حریفتون رو پیش‌بینی کنین و سعی کنین مسیرهای کلیدیش رو مسدود کنین. یعنی همزمان این که برای خودتون یه استراتژی دارین، برای حریفتون رو هم پیش‌بینی کنین. چهارمم اینه که بازیکن آبی قانون تعویض رو جدی بگیره. نه همیشه، ولی در صورت لزوم ازش استفاده کنه. پنجمی اینه که مرکز صفحه رو دستتون بگیرید. ببینین شروع از مرکز معمولاً برتری میده، چون اینطوری مسیرهای اتصالی بیشتری دارید. ششمیش اینه که چندین مسیر مختلف رو در بازی نداشته باشین.
یعنی یه مسیر رو توی ذهنتون بسازید و در خلال بازی مسیر جایگزینی هم داشته باشید. و این خیلی مهمه که دفاعی بازی نکنید. به جای دفاعی بیش از حد، حمله سریع و هوشمندانه رو پیش بگیرید. تکنیک‌های زیادی برای برنده شدن توی این بازی هست. من لینک چند تاشون رو داخل توضیحات ویدیو قرار میدم. شما هم اگر چیزی میدونید بگید که ما یاد بگیریم. ولی کلن خبره شدن تو این جور بازی‌ها منوط به اینه که زیاد بازیش کنید و در خلالش تکنیک‌ها هم خودتون یاد بگیرید. حالا چیزی که باعث خواست شدن این بازی میشه اینه که این بازی به هیچ عنوان حالت مساوی نداره و همیشه در هر حالتی یه نفر برنده میشه. یعنی ما هر جوری هم مهره‌ها رو داخل یک صفحه قرار بدیم، فقط یک مسیر برای مهره‌های آبی یا مهره‌های قرمز وجود داره که برنده بشن. و این موضوعی بود که جان نش خیلی بهش علاقه داشت و ما می‌خوایم به این بپردازیم که چرا این اتفاق می‌افته. فرض کنین همه شش‌ضلعی‌های صفحه توسط مهره‌های آبی و قرمز به هر حالتی و تعدادی که می‌خواید پر شده باشه. حالا تمام مرزهایی که یک شش‌ضلعی آبی رو از قرمز جدا می‌کنه مشخص کنید و یک زنجیره بسازید. برای ساختن این زنجیره دو سمت آبی یعنی دو ضلع آبی و قرمز صفحه رو هم به عنوان شش‌ضلعی در نظر می‌گیریم. یعنی اگر یه شش‌ضلعی قرمز در سمت آبی صفحه باشه، مرزش رو جدا می‌کنیم تا مشخص بشه. اگر به صفحه دقت کنید متوجه میشین که دقیقاً دو تا زنجیره از لبه‌های مشخص شده وجود داره. یک مسیر دو گوشه سمت چپ رو به هم میرسونه و مسیر دیگه دو گوشه سمت راست رو به هم وصل میکنه. هر زنجیره مشکی شش‌ضلعی‌های آبی رو از قرمز جدا کرده و از اونجایی که زنجیره‌های مشخص شده از یک گوشه به گوشه دیگه میرسن و شش‌ضلعی‌های آبی و قرمز از هم جدا شدن، پس مسیری از شش‌ضلعی‌ها برای پیروزی یکی از بازیکن‌ها به وجود میاد و توی این شکل این مسیر برای مهره‌های قرمزه. حالا کاری که ما می‌خوایم بکنیم اینه که نشون بدیم فقط و فقط یک زنجیره وجود داره که دوتا گوشه رو به هم دیگه وصل می‌کنه، نه بیشتر. برای اثبات یه چیزی در این جور صفحه‌های شبکه‌ای معمولاً از الگوهای کوچیک‌تر استفاده می‌کنیم و بعد تعمیمشون می‌دیم. پس از سه تا شش‌ضلعی شروع می‌کنیم و می‌خوایم بفهمیم که در محل اتصال اونا چه اتفاقی می‌افته. هر شش‌ضلعی می‌تونه دو تا رنگ رو انتخاب کنه، قرمز یا آبی. پس اگر سه تا شش‌ضلعی داشته باشیم، 2 ضرب 2 ضرب 2 یعنی 8 حالت مختلف برای سه تا شش‌ضلعی با دو رنگ وجود داره. حالا اگر به این 8 حالت دقت کنیم، یا هیچ مرزی ندارن چون همه رنگشون یکیه، یا اینکه دقیقاً دو ضلع مجاور در این مرزبندی یا زنجیره ما قرار میگیرن، یعنی یک نقطه اتصال یا از این مرزبندی اصلا رد نمیشه یا اگر بشه فقط دو ضلع متصل به اون توی این مرزبندی قرار میگیرن. شش‌ضلعی‌های گوشه‌های صفحه رو هم جداگونه بررسی میکنیم. در مورد این گوشه ها حتما حداقل یکی از اضلاعشون توی این زنجیره قرار میگیره، چون اگر دقت کنین یک طرف آبیه و یک طرف قرمز. حالا با در نظر گرفتن این چیزایی که بهش رسیدیم، این زنجیره رو از یکی از گوشه ها شروع میکنیم. از اونجایی که هر نقطه یا به این زنجیره متصل نیست یا دو تا از اضلاع متصل بهش در این زنجیره قرار میگیره، پس این زنجیره یه دفعه نمیتونه متوقف بشه. مثلا اینجا رو ببینید. اینجا یه نقطه‌ای داریم که فقط یک ضلع اون زنجیره در اون قرار گرفته، پس زنجیره مجبور ادامه پیدا کنه. ولی تا کجا؟ چند تا حالت براش به وجود میاد. اگه بخواد به عقب برگرده و خودش رو قطع کنه، که در اون صورت یک نقطه غیر مجاز ایجاد میشه، چون سه ضلع متصل بهش در زنجیره است و این غیر ممکنه. پس تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که زنجیره رو به یکی از گوشه‌های صفحه برسونیم. و این یعنی یک مسیر پیوسته تک رنگی که دو طرف صفحه رو به هم وصل میکنه. و از اونجایی که همیشه یک مسیر پیوسته تک رنگ وجود داره، بازی هیچ وقت حالت مساوی نداره و همیشه یه نفر تو این بازی برنده میشه. این شش‌ضلعی بودن این شبکه ها هم مهمه ها. مثلا اگر شکل شبکه همون مربعی بود، این استدلال روش جواب نمیداد، چون در شبکه‌های مربعی میشه موانع افقی و عمودی رو ایجاد کرد که هیچکی نتونه برنده بشه. در ضمن این استدلال به اندازه صفحه بازی بستگی نداره. یعنی این شبکه شش‌ضلعی در هر سایزی هم باشه، تو بازی یه برنده وجود داره.
حالا یکی از کاربردهای این ویژگی بازی هکس توی دنیای واقعی روی یک نقش است. مثلا اینجا رو ببینید. دو مرز خشکی و دو مرز آبی داریم. مرزهای خشکی رو با قرمز و آبی رو هم با رنگ آبی مشخص می‌کنیم. اگر یک شبکه 6 LE روی این نقشه قرار بدیم و هر 6 LE رو دقیقاً یا در خشکی یا در آب قرار بدیم، یعنی یک قسمتش در آب و یک قسمتش در خشکی نباشه، در این صورت یا فقط یک راه برای پیاده روی از یک لبه خشکی به لبه دیگه وجود داره و یا فقط یک راه برای حرکت یک کشتی از یک لبه آبی به لبه دیگه هست. شما به نظرتون بازی هکس تو دنیای واقعی چه کاربردهای دیگه‌ای داره؟ منتظر کامنتاتون هستم. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. بازم عید نوروز رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم که روزهای شادی رو داشته باشین. ممنون از این همه لطفی که به من دارین. من تک تک کامنتاتون رو میخونم و لذت میبرم از وجود این همه آدم حسابی.